سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 9 آبان ماه همراه ما باشید. گزارش ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی است. قیمت دلار آمریکا روز چهارشنبه در تابلوی صرافی ها 15200 تومان ثبت شد. این بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در یک ماه اخیر محسوب می شود. به گزارش رویترز میزان واردات نفت ایران توسط سه مشتری عمده آن، چین، کره جنوبی و ژاپن، در ماه سپتامبر به پایین‌ترین میزان طی 32 ماه گذشته رسید. اسحاق جهانگیری رسما از معاون نخست وزیر و نماینده ویژه سلطان عمان برای سفر به ایران دعوت کرده است. خبر این دعوت تنها چند روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو به عمان و ملاقات او با سلطان قابوس، پادشاه آن کشور، منتشر می شود. محمد رضا داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان ایران، اعلام کرد یکی از الزامات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن این است که در کنار حضور زنان ژاپنی، زنان ایرانی نیز در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند. شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران حکم زندان 5 سال و 3 ماهه ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه را تایید کرد و پرونده او را به شعبه اجرای احکام ارسال کرد. امروز چهارشنبه کارگران نیروگاه کاشان پس از اینکه از نوروز تا به حال حقوقی دریافت نکردند، در اعتراض به 8 ماه دستمزد معوقه تجمع اعتراضی برپا کردند. دانمارک دیروز ایران را به تلاش برای اجرای نقشه ترور یک فرد در خاک این کشور متهم کرده و سفیرش را از تهران فراخوانده است. وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه سفیر دانمارک را احضار کرد. کشاورزان اصفهان امروز در منطقه دریاچه گردشگری ذوب آهن در غرب این شهر در اعتراض به قطع حقابه خود از زاینده رود دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زدند. امروز چهارشنبه 9 آبان 1397 منطقه گردشگری ذوب آهن دریاچه زاینده، همینطور که مشاهده میکنین جلوی آب هستن، رودخونه دریاچه را انداختن، منطقه گردشگری درست کردن و به ما میگن آب نیست. کشاورزان عزیزم اینشو تجمع کردن. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تاکید کرد حزب الله لبنان قادر است این کشور را به جنگ بکشاند. او همچنین خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شد.